حکمتیار خواهان ایجاد حکومت موقت و برگزاری دوباره انتخابات شد. سلام دوستان عزیز، به چینل کابل میدیا خوش آمدید. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نشستی در کابل با انتقاد از کمیسیون انتخابات گفت که انتخابات ریاست جمهوری شفاف نبود و باید دوباره برگزار شود. آقای حکمتیار همچنان حکومت را متهم به دخالت در روند انتخابات می کند و می گوید که در صورت دخالت دولت در امور انتخابات باید حکومت موقت تشکیل شود. هرچند که این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری در دور اول برنده دارد و به دلیل آغاز فصل سرما امکان برگزاری دور دوم انتخابات در سال جاری وجود ندارد. اخیراً گروهی از سیاستگران افغانستان از جمله نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، اعضای جریان‌های سیاسی و چهره‌های نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در نشست زیر نام کنفرانس صلح و ارائه طرح حل‌های سیاسی بحران جاری کشور در کابل اعلام کردند که کار را روی ایجاد طرح برای نجات افغانستان از بحران آغاز کردند. گلبدین حکمتیار و احمد ولی مسعود نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، سید اسحاق گیلانی رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گل رحمان قاضی رئیس شورای صلح و نجات افغانستان، عبدالحکیم مجاهد و سید اکبر آغا از اعضای پیشین گروه طالبان از کسانی بودند که در این نشست حضور داشتند. اگر شما هم متوجه شده باشید اکثریت اشتراک کنندگان این نشست از دوستان نزدیک به حامد کرزی بودند و در حکومت آقای کرزی در کرسی های بلند دولتی کار میکردند. بنان دست های کار میکند تا حامد کرزی را دوباره روی قدرت بیاورند. دوستان عزیز رسیدیم به اخیر برنامه. امید که برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشد. برای حمایت ما چینل کابل میدیا را سابسکرایب نموده و زنگ را فشار دهید. تشکر از توجه شما.